که خود ایران نتونستن بذارن که از این ماهواره‌های ایلون ماسک بگیرن، این گیرندهایی که توی کشورهای همسایه داشته اونها فعال کرده برای ایران. یعنی الان تو فضای ایران ایلون ماسک هست، اینترنت ماهواره‌ای هست، برای استفادهش حتی یه کار دیگه کرده که اینم انقلابیه. بهتون بگم لازم نیست تلفن رو عوض کنی، باید یه پروگرام تو تلفن اندرویدتون بکنی، یه پروگرام رو باید بذارید. اینا دیگه اطلاعاتی که باید خودتون بیان دنبالش رو عمومی هم میشه و ولی میتونید از اینترنت استفاده کنید. یعنی فضای ایران الان این اینترنت رو داره. خوشت آمد. روان شاد مسعود سپند با هم صحبتی میکردیم، بعد از یه چیزی گفت خوشت آمد. بعدم این رژیم کارش تمام در همه زمینه‌ها. شما در نظر ببینید اصلا موقعی که شما دیدین در سوق، من برام پدرم کار کردم، مادرم کار کردم، شما در سوق اومدید آوازخوانی دف و فلان اینا، الان در سوق دخترشه این بزرگ مرد با اندوه. من خواستم روزی که یک کنم برای شما، گفتم باید خودم رو نگه دارم. مرد فرزندش رو شهید کردن، شهید گفتم مقدسه، پارسی سوش میرقصه، رقصی چنین میان خونم آرزو. شیرین زبون خدا دردت و جون و زدت می نناشت بل سر مردت بخور. لالای زنده مذاب خدا کی چی رباب، لالای لای هر که دی داغه و چشمونش خراب. لالای ساتم بلال، لالای عشق از بال زناب خش بی تیمونی یا بی مرد مال. لالای لای رود می پچه بله لای لای لای. نکته مهمی گفتم، اشاره کردم، میخوام تاکید کنم اینا با زندان رفتن رو سر شما رو کلا نذارن. تمام اینا که الان گرفتن، از خودشون میگم، سیدار میگم، مثل تاجزاده و فلان اینا، زمان محمد رضا شاه، چون برنامه سقوط محمد رضا شاه اینا از قبل برنامه ریزی کرده بودن و در چند مرحله خواستن ترورش بکنن نشد، خواستن کودتا بکنن نشد. میدونید که شاه رو مراحل مختلفی بود که میخواستن ساقطش کنن نشد. اینا برنامه ریزی کردن که این انقلاب سیاه 57 بسازن. چون اینا میدونستن یه عده‌ای اصلا رفتن تو زندان، زندان شد مدرسه، مثل همین خامنه ای که مارکسیست بود، مثل مارکسیست های دیگه، مسلمان مارکسیست، مثل اسدالله لاجوردی که شما عمر کشت، اینا که میرفتن زندان، زندانی که کارشون نداشت زمان شاه، اینا تو زندان نیرو میگرفتن، آموزش میدادن که وقتی اومدن بیرون هم دیدن قدرت گرفتن. یعنی کلک و زمان شاه اینا زدن از زندان رفته نیاد یارو بگه ما زندان بودیم. آقا آخرش همین نمونهش مهدی خزعلی بود که خودش اومد نشون داد با این حرفاش رو کاره. آخرش آقا چه سینمایی را مینداخت، ما رو گرفتن انداختن باهم هم خر میشدیم میگفتیم آقا یارو رو گرفتن، یارو گرفتن. نه گول اینا نخورید، سادات تازی رو باید نفی کنیم. یعنی نفی سادات تازی، هر کرد نکرد خودش سید، سیدای پنهانن اینا، سیدای پنهانن خیلی هاشان. من الان اینا نمیدونی که اسم و رسم و کنترل میشه همه ما داریم، یارو با اسم مستعار زنگ میزنه با شماره پوشیده، اینقدر خرم هستن. اکبر تغییر میکنن بچه اینا، یارو سیده، ولی اینا همه چون سیده 400 سال تشکیلاتی هن. حالا ما با سیدایی که بپیوندن به مردم اعلام بکنن که ما سیادت رو میذاریم کنار، مثل رحیم مشایی اومد گفت من ایرانی هم قبل از اینکه مسلمان باشم، من ایرانی هم، آرمانم پیروزی و رهایی و بزرگداشت زن ایرانی، درود بر زنان سرزمینم. از رئیس دانشگاه پارس، کسی که نقش مهمی در روشنگری این جهان آریایی که میبینین به پا خواسته داشته، تلویزیون پارس سپاسگزارم. قبلش رادیو بود، اون رادیو هم که تو آمریکا اول در اومد پایگزارش مهندس امیر شجره بود، الان هم تلویزیون امیر شجره است که نقش بسیار مهمی در خردگرایی داشته
من در خدمتتون هستم. رضا فاضلی اینجا بوده، شایان کاویانی از اینجا رفته، خیلی فولادوند برنامه‌اش تو این تلویزیون پخش شده، روشنگری‌های دیگه که الان میگن همه دوستا رفقا، من اسم اونا رو همه نمیخوام بیارم چون اگه اسم دو تا بیارم شش تا نرم دلخور بشن. این خردگرایی رو که الان شکوفا شده در سرزمینون، ما مدیون تلویزیون پارس هستیم و زحمات مهندس امیر شجره، ازش سپاسگزارم. دستان گرم مهندس شجره رو میفشارم و دستان پاک دختران آریایی سرزمین خودم رو میبوسم. ما آریایی هستیم، افراد، اشخاص و بت‌های تازی و روحانیت را نمی پرستیم. رضا شاه، روحت شاد، اینها شعارهای کلیدی است. اینها رو که بدید بسیار بچه جلو مامورای جمهوری اسلامی میگم، میگه بگو مرگ بر جمهوری اسلامی، بگو مرگ بر جمهوری اسلامی، بگو مرگ بر خامنه ای، بگو مرگ بر خامنه ای. یه وقتی نمیگه به زور دورشان پلیس همه جا بیا بگو، وقتی میگه میفهمن که ماموره. اینجوری هم خیلی بچه مامورا رو گرفتن تو خارج از کشور. او خودش قصه داره. بابوس عمر، پیروزی با توست زن آریایی، زن ایرانی. Fierté historique pour la radio ici et maintenant, suite à la proposition de David Abassi, Emmanuel Macron aurait plus utilisé le mot djihadiste, mais terroriste islamiste. Et quand vous dites djihadiste, vous donnez la valeur à l'individu et son acte. Comme avant eux ceux qui, depuis 2015, ont été victimes du terrorisme islamiste. Vos collègues sont tombés sous les coups d'un islam dévoyé et porteur de mort qu'il nous revient d'éradiquer. Face au terrorisme islamiste, nous mènerons le combat sans relâche. Le tome 2 du livre « Dialogue avec l'histoire », 104e ouvrage de David Abassi, philosophe, créateur et rénovateur des idées, nommé auteur controversé par la Bibliothèque nationale française, vient de paraître avec 35 interviews parmi plus de 500 rencontres de David Abassi avec les personnalités nationales et internationales. Chez Amazon, sinon envoyez 39€ sur notre compte PayPal à l'adresse institut@avesta.net. institut@avesta. من با خدا رقصیدم. 10 کتاب جنجالی سیاوش اوستا در یک کتاب. از میترا تا محمد، قرآن سروده ای به سبک پارسی، دینداری و خردگرایی، افسانه افسانه ها، خدا را در خواب دیدم زار زار گریه می کرد، تاریخ آریایی، هویت ملی و اوستا، سازمان جاسوسی الله، پژوهش و گزارشی از برنامه‌ها و شگردهای انواع و اقسام سازمان‌های جاسوسی، امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران. آیین اوستا، ایران با بیش از 7000 سال پیشینه تمدن. 65مین اثر سیاوش اوستا، کتابی برای کسانی که در جستجوی شناخت بهتر زرتشت و آیین اوستا هستند و کتابی سرشار از آگاهی‌های نوین از تاریخ، تمدن، اندیشه و فرهنگ و هنر 7000 ساله ایران. کتابی که پاسخگوی ده‌ها پرسش شما از اوستا و آیین کهنه به شیراز، برداشتی نو از سرگذشت حافظ به روایت سیاوش اوستا، از قرآن خوانی تا پیرو اوستا شدن، حافظ و جریان عاشقی او. عمر خیام با لبخندی میگوید عجبا که تو از پستوی تلاش و اندیشه من نیز آگاهی. این آخرین کاری است که در راه سپاهان از سمرقند به پایان بردم. حسن صباح میگوید یاران من که جملگی پیروان تو و خواجه هستند، لحظه به لحظه با تو بودند تا در این راه های پر مخاطره گزندی به شما نرسد و نیز از تلاش های شما آگاه بوده ای. عمر خیام کتاب وجود و علم هستی را نیز از کیسه بیرون آورده و به حسن صباح می داد. خواجه نظام الملک می گوید من فردا شما را به شاه معرفی می کنم. حسن صباح به عنوان وزیر اطلاعات و امنیت کشور و عمر خیام
به عنوان رئیس مدارس و دانشگاه های حکومت سلجوقی و مسئول رصدخانه کشور. عمر خیام میگوید من به بودجه نیاز دارم تا رصدخانه ای قابل و مجهز را. لطفاً برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم. از خونی سیاهوشم، هم خونی سیاهوشم، از خونی سیاهوشم، هم خونی سیاهوشم، از جام سفیدانم، هر جام دم پوشم، از جام سفیدانم، هر جام دم پوشم، هم ساری از سارم، هم آتشی زردوشم، هم سالی از پایم، هم آتشی زردوشتیم، ما آتشی زردوشتیم، ما کشتن همه کشتیم، ما آتشی زردوشتیم، ما کشتن همه کشتیم، ما هم کوی خارایم، دیواری بخارایم، ما هم کوی خارایم، دیواری بخارایم، یک تاریخ هست بارون، یک تاریخ هست دوسیم، هم تاریخ خاموسیم، هم تاریخ ناموسیم، هم شریف الدمسیم، هم شریف اقبالیم، هم شریف ناموسیم، هم شریف اقبالیم، هم شریف اقبالیم، از خونی سیاهوشیم، هم خونی سیاهوشیم، از جام سفیدانم، هر جام نمی پوشم، از جام سفیدانم، هر جام نمی پوشم، هم سالی عوستایم، هم آتشی زردوشتیم، هم سالی عوستایم، هم آتشی زردوشتیم، ما آتشی زردوشتیم، ما کشتن نمی کشتیم، ما آتشی زردوشتیم، سلام سلام دل در برم پویاند بر این دراهی دوست سلام سلام بر ما نظر کن آرهیم زین گمراهی دوست سلام سلام دستم بگیر و رهایم کن براهی دوست سلام سلام یا لابه کن یا بدربه یا همراهی نگو سلام بگو درو نگو شعر بگو سرود نگو شد بگو سپاس ولی مقصد همه خواه اینجا ایران یه گربه یه 7000 ساله که زنده است و وقتی که نفت خام دار اینجا چهار فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار اینجا آینه ها تو رو به تو نشون نمیدن ببین گربه منو به کجا چون حسین و علی شدن نماد ایثار عدل علی جدیه و سربریدن با چوبه دار ثواب یعنی مرد پرستی و ساختن امامزاده ها تکذیب و توهین به تاریخ 7000 ساله ما می نویسم از غروبم از سقوط 7000 سال میشه شهرگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم.